سوال دیگه است که نماز تهجد بعد از نماز خفتن خوانده میشه یا خیر، یعنی به ادامه نماز خفتن؟ که خیلی از این سوالات خیلی زیاد میشه، خب است که پاسخ داشته باشیم. اول الله متعال دعا میکنیم که همه ما و شما را پابند فرائض، توفیق پابندی بر فرائض و واجبات و سنن رواتب و یعنی نوافل نصیب بگردانه، توفیق شه. بله، تهجد رسول معظم اسلام علیه السلام خواندن، بر پیامبر ما تهجد فرض بود. و من اللیل فتهجد به نافلتا لک، این مخصوص خود جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی ازی بعد از نماز عشاء هست، بلکه یعنی پیش از ویتر است، بهتری که پیش از ویتر، بعد از نماز عشاء، بعد از فرض و سنت و نفل عشاء، پیش از ویتر خوانده شود، این بهتر و اولا هست. اما اگر کسی امیدی بیداری را نداره که شاید بیدار شوم یا نشوم، نماز خوان، فرض خوان، سنت خوان، دو نفل خوان، سی ویتر خوان، دو رکعت تهجدم، به نیت تهجدم خوان، که اگر الله توفیق بیداری را داد من تهجد میخوانم، اگر بری من یعنی بیدار نشدم الله پاک امیر حساب بکنه، این ثواب داره. بعد از ویتر این ثواب داره. اما پیش از ویتر نفلم ثابت هست، بعد از سنتی خفتن پیش از ویتر دو رکعت نفل ثابت است، بعد از ویترم دو رکعت نفل از رسول معظم اسلام در مشکات شریف حدیث است که پیامبر گرامی علیه السلام خوانده اند. اگر متوجه باشین بس هم موارد علما ایر نشسته میخوانند، یکم تا سری از اینا اشکال میکنه، مشکلی نیست، نشسته هم اگر نوافل خوانده شوه کدام مشکل نیست، ولی استاد شده خوانده شوه ثوابی بیشتر و زیاده تر داره. پس وقتی نماز تهجد بعد از عشاء هست تا صبح صادق است که در کشورهای عربی خصوصا در حرمین برای نماز تهجد اذان گفته می شود و که مردم ها بیدار شوند. در زمان رسول معظم اسلام علیه السلام هم معمول بود که در آنجا اذان گفته می شود و فعلا هم اذان گفته می شود و این نماز خیلی ثواب دارد. یکی از پاداش های بزرگ این نماز است که مولانا اشرف علی طهانوی رحمه الله در ملفوظاتش می نویسد، در تاریخ ثابت شده است انسانایی که بر تهجد پابندی دارند الله متعال آنها را از سه مشکل نجات میدهد. اول اینکه این روایت نیست، قول مولانا اشرف علی طهانوی رحمه الله است. اول اینکه الله تنگی رزقشان را دور میکنه. دومی که الله متعال پرده پوشی میکنه بر عیب هایشان. سومی که سکون و اطمینان قلبی برای از اینها حاصل میشود. کسی تهجد بخونه استاد شما باور بکنین که هرگز اون سنت ها را تا فرائض و واجبات به جای خود و حتی سنت ها از پیشش ترک نمیشه و یک لذتی در عبادت برش میاد. وقت مناجات هم هست که بنده خالی از همه، تنها از همه، دور از همه با الله خود مناجات میکنه. سیدنا ابو دردا رضی الله تعالی عنه میفرماید من آرامش در ساعت های آخر قسمت شب یافتم که وقت راز و نیاز با الله ذل جلال است. سبحان الله. الله توفیق بیشتر برای همه ما و شما نصیب بکنه، برای همه بنده های خود.